درود بر شما یاران همیشگی امروز میخوام یک مسئله رو با شما مطرح بکنم که یه مقدار متفاوت هستش در این دنیایی که ما در اونش زندگی میکنیم خودتون میدونین حاکما قوانین نوشتن که این قوانین میتونه یقه ما رو بگیره یا در اجرای اون میتونه یقه ما رو بگیره و ما رو بسیار آسیب رسون کنه ما رو و مخصوصا قشر ضعیف قشر ضعیفی که از لحاظ در حقیقت توی یک پروسه قرار گرفتن توی یک مسئله توی یک مافیایی قرار گرفتن و نمیتونن کسی رو پیدا کنن که حداقل به یاریشون برسه امروز میخوام فردی رو با شما معرفی کنم که این وکیل نه بر مبنای قوانین این کره زمین و کره خاکی که کاملا مافیایی قوانینش نوشته شده توسط انسانهای بسیار شرور امروز میخوام یک فردی رو معرفی بهتون بکنم که وجدانن کار میکنه یعنی وجدان انسانی رو گذاشته و من حدود 13 ساله که با آقای سال افه آشناییت پیدا کردم این وکیل خبره بسیار از عزیزان رو تا به امروز بسیار کمک کرده و من بسیار دست ایشون رو میبوسم و سپاسگزار هستم دوستان عزیز میدونید که در کشور ترکیه و در کشورهای اروپایی خیلی از دوستان به خاطر مشکلات پناهندگی در یک باطلاق دیگه افتادن یعنی فکر کنید که از جمهوری ننگین اسلامی فرار کردن از زندان و شکنجه و بدبختی و بیچارگی افتادن گیر یه سری قوانین وحشیتر از وحشیتر از جمهوری اسلامی و نمیدونم باید چی کار کنم ادارجات مهاجرت سازمان ملل اداره امیگریشن هایی که در سرتاسر سر دنیا وجود داره هیچ کسی کمکی نمیکنه. تمام آفیس ها در رو روی شما می‌بندن تا شما رو ببینن ضعیف هستید شما رو درها روتون بسته میشه و شما رو بیشتر فرو میکنن در بدبختی و بیچارگی و یه سری وکیل هایی هستن در این دنیا که دوست دارن که شما بیشتر آسیب ببینین که بیشتر بتونن از شما پول در بیارن و همه اینها رو من به چشم خودم دیدم اما یه وکیل رو به شما معرفی میکنم امروز که من مهر تایید میزنم به این وکیل صد درصد مورد اطمینان صد درصد این فرد از لحاظ امنیتی از لحاظ قدرت از لحاظ خرد و وجدان پشت تمامی پناهندگان مهاجرین تمام مالباختگانی که مالشون رو بی ها دزدیدن بردن تمام این پرونده ها توسط این فرد رسیدگی پیدا میکنه و مطمئن باشید یک جواب خوب ازش بیرون میاد من ایشون رو صد درصد تایید میکنم دوستانی که در ترکیه و کشورهای اروپایی گرفتاری شدید هیچ فریادرسی براتون نبود دیگه دیگه گفتین دیگه مالم تموم مالم و دزدیدم بدبخ شدم دیگه هیچ راهی هم نیست نه پلیس به شما کمک کرده نه دادگاه به شما کمک کرده با آقای صالح افه با شماره که برای شما میذارم تماس بگیرید مطمئن باشید مطمئن باشید که این وکیل خبره به شما کمک میکنه نه از لحاظ اینکه فکر کنید که قانون اینو گفته یا اونو گفته ایشون وجدانن با شما کمک می... با شما هستش و به شما کمک خواهد کرد مطمئن باشید من خیلی از عزیزان رو دیدم در پروسه پناهندگی از دیپورت یعنی دیپورت 100 درصد رو ایشون جلوشون رو گرفته و پروسه ای رو برای ایشون درست کرده که دیگه دیپورت نشن پروسه رو ایشون دست گذاشته و به پیروزی رسیده که آدم حیرت میکنه من سپاسگذاری میکنم و برای این فعالیتی که جدیدن هم برای یکی از دوستان من که در ترکیه گرفتار شده و این گرفتاری خیلی گرفتاری بزرگی بوده و داره نجاتش میده هم سپاسگزاری میکنم این ویدیو برای قدردانی از این افراد با وجدان هستش من به ترکیه به آقای سال افه باشون یه مقدار صحبت بکنم سال افه من سیزین تشکر دیریم گرچکتن سیز وجدانلی و وجدانلی بیر آبوکات یعنی من با حیاتتن باید بیر انسان گرمدیم و هر شی و بتون ملتجلر سیمانجلر و وتنسیزلر و باشکا پروبلملر انسانلر که پروبلم وار بونلر سیز یاردیم اتدین بن سیزین تشکر ادریم و بتون ایرانلر و بتون سیمانجلری ده سیزین تشکر ادریم گندریولر و سیزین اپیورو من از آقای سالفه همینجا تشکر و قدردانی و سپاسگزاری میکنم برای اینکه تمامی پناهندگان تمامی مالباختگان تمامی افرادی که میخوان مهاجرت سالمی داشته باشند و هیچ چیزی رو نمیدونن و اینها رو کمک میکنه و وجدانن پشت پرونده هاشون هستش ازش تشکر کردم قدردانی کردم و دستشون رو میبوسم من این ویدیو رو فقط برای قدردانی از این وکیل خبره و با وجدان ضبط و رکورد کردم و در حافظه تاریخی اینترنت می نهنن.